نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 90 در بخش کنترل جمعیت باعث شده تا آیت الله خامنه ای رهبر روحانی ایران از مسئولان کشور بخواد که با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدید نظر بکنند. آقای خامنه ای تاکید زیادی بر روی مسئله واقع‌بینی مقامات و مردم نسبت به توانایی ها و ظرفیت های کشور داشته است. این نتایج چه بوده و این دستورالعمل چرا اعلام شده است و چگونه اجرا خواهد شد؟ موضوع بحث این قسمت برنامه هست با دکتر شیده رضایی. درود بر تو شیده جان. بله، از ظرفیت ها صحبت شده است، از اینکه آمار جمعیت رو باید دقیقاً برعکسش کنن و ببرن بالا. ببین در واقع خب اون دستاورد که همین کاهش و کنترل جمعیت بوده، اما وقتی ما صحبت از جمعیت میکنیم و توانایی ها و ظرفیت ها، یه مقدار دقیق باید صحبت کنیم با توجه به آمار و با استناد به اون چیزی که در طی این 30 ساله تو مملکت پیش اومده. فقط عدد خام جمعیت مطرح نیست. الان میبینن که نرخ رشد جمعیت کاهش پیدا کرده. اگر در حال حاضر اینا بخوان سیاست رو، به فرض اینکه بتونن سیاست رو برعکس کنن و نرخ رشد جمعیت رو بالا ببرن، بچه‌هایی که به دنیا میان یه بچه‌هایی هست، یعنی خب شیرخوارن تا زیر 15 سال، یعنی جمعیتی که اضافه میشه سربار جمعیتیه که داره تولید میکنه. بچه‌ای که امروز دنیا میاد که نمیتونه بره تو کارخونه کار کنه یا اینکه تولید اقتصادی فکری اجتماعی داشته باشه. پس در واقع حرفی که میزنن اینه که ما میخوایم جمعیت سربار مملکت رو اضافه معنیش این میشه رسما این میشه. اما وقتی به توانایی های کشور اشاره میکنن، منظور توانایی خب یا بالفعل یا بالقوه. توانایی های بالقوه ایران ممکنه بی نهایت باشه، مخالفتی در اون نمیشه کرد، اما توانایی های بالفعل ما در چهار عرصه اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و رضایت از در واقع اون چیزی که شادمانی و رضایت از زندگی در حساب میشه باید اندازه گیری بشه. در من چون فرصتمون در حال حاضر تو این بحث کوتاه میخوام فقط اشاره کنم، ما در زمینه اقتصادی، اجتماعی و شادمانی و رضایت از زندگی جزو ضعیف‌ترین کشورها هستیم در حال حاضر. در پایین‌ترین رتبه ها هستیم، آمارهاش هم وجود داره. اما در مورد بهداشت خوب عمل کردیم. حالا این چیزیه که هدف قرار گرفت. مثلا گزارشی رو ببینیم با هم، بحث در موردش بسیار هست. گزارش رو ببینیم، برگردیم دوباره دنبال صحبتمون با هم دیگه. به دنیا آمدن هرچه بیشتر از اینا دلمشغولی جدید دولت مردای ایرانه. این دلمشغولی از وقتی بیشتر شده که رهبر ایران گفته سیاست‌های کنترل جمعیتی 20 سال گذشته غلط بوده و جمعیت ایران باید به 150 تا 200 میلیون نفر برسه. آیت الله علی خامنه‌ای همه رو به تولید مثل بیشتر تشویق کرده. همه مسئولین کشور باید این فرهنگ سازی رو بکنن در جامعه، از این حالتی که امروز وجود داره یه بچه دو بچه باید خارج کنن کشور را. محمود احمدی نژاد چند سال قبل از آقای خامنه‌ای به جنگ شعار بچه کمتر زندگی بهتر رفته بود. من بازم میگم، یه بار گفتم، خیلی ها شروع کردن به تمسخر کردن، من با دو بچه کافی مخالفم، استدلال علمی دارم برای این. من گزارش سرشماری سال 1390 نشون میده که رشد جمعیت ایران کندتر شده. نزدیک به نیم قرنه که سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران شروع شده. در دهه 50 و دوران پهلوی با همه تبلیغات بازم بچه‌های زیادی پا به دنیا گذاشتند. تنظیم خانواده کاری بکنه که داره استفاده، بچه که از دو تا بشه اضافه، پا کرد و تارمی کنه کلافه. پس از انقلاب اسلامی و در سالهای دهه 60 ایران دچار انفجار جمعیت شد. حاکمان جدید بی اعتنا به یافته های علمی و جامعه شناسی معتقد بودند هر آن کس که دندان دهد نان دهد. اما در پایان جنگ وقتی زنگ خطر افزایش جمعیت تو گوششون صدا کرد، دیدن دهانهای باز خیلی بیشتر از نون توی انبار هاست. اینطور شد که دوباره شعار بچه که عمر و نفسه، یکی خوب دوتا بسه روی دیوارها اومد. بیمارستان ها شروع کردن به عملهای رایگان عقیم سازی و توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری. حالا بعد از گذشت سالها سران مملکتی میگن تو این 20 سال اشتباه شده و روحانیون پای هر منبری و از هر راهی مردم رو تشویق به زاد و ولد بیشتر میکنند. اما این که زندگی بهتر فرزند کمتر، این حرفا
الان یک مشکلی که ما تو جامعه داریم اینه که سنی‌های در مرزهای ایران، تمام شهرهای سنی نشین دارن جایزه میگیرن از سعودی و پاکستان و پول براشون میاد که زن بگیرن، دوقلو دوقلو بزن، که آمار سنی ها توی این مملکت از شیعه ها بزنه بالا و اینجا شیعه بره یکی یکی لوله ببنده که بچه دار نشه. دولت ایران از کاهش جمعیت نگرانه، برای همین سیاست های تشویقی جدیدی پیش گرفته، دادن تحصیلات به بچه های تازه متولد شده و افزایش مرخصی پس از زایمان از 6 ماه به 9 ماه و مشوق های دیگه. با همه این در باغ سبز نشون دادن ها، به 1001 دلیل به نظر میرسه ایرانی ها مثل گذشته به دنبال این نیستند که خانواده بزرگ داشته باشند. رویا ملکی، صدای آمریکا. بله، نشیده درسته که دولت مردا در ایران به هر جهت نگران هستن از این کنترل جمعیت، ولی از نظر جهانی یک نقطه مثبت بوده برای ایران. آره، ببینید کنترل جمعیت یه حلقه از در واقع سیاست‌های بهداشتی که منجر به سلامت مادر و کودک، سلامت زنان در جامعه و بچه‌ها میشه. برای همین اون توجهی که سایر کشورها به این مسئله کنترل جمعیت در ایران کردن، نرخ رشد جمعیت ایران از سال 1359 تا 64 به 3.9 رسید، در حال حاضر 1.29، یعنی خیلی موفق بوده. و همین باعث میشه که تعداد فرزندان متولد شده از یک مادر از 3.6 برسه به 1.8 در حال حاضر به طور میانگین. این یعنی چی؟ یعنی مادرها فاصله گذاری بین تولدها دارن، سالمتر میونن، بچه های کمتری میمیرن. اون چیزی که دنیا بهش توجه کرده و فکر میکنم این موردی که اخیرا در امریکا بوده تو داری بهش اشاره میکنی همین بوده. اون ایالت خاص، ایالت میسیسیپی، میخواد که در واقع مرگ و میر کودکان رو پایین بیاره. نگاه کرده به الگوهای جهانی و دیده الگوی ایران بسیار موفق عمل کرده، تونسته مرگ و میر کودکان رو، مرگ و میر کودکان شیرخواران زیر 1 سال و کودکان زیر 5 سال رو تقریبا به 1/3 برسونه در طی مدت کوتاه و در حال حاضر به 1/8. یعنی در واقع کنترل جمعیت یک نقطه مثبتی بوده که ایران براش نمونه شده. ببینیم با هم دیگه گزارششی داره. اینجا بابتیستان، زادگاه ترانه های بلوز است، شهر کوچکی در ایالت میسیسیپی که وضعیت اقتصادی و شاخصهای بهداشتی آن بیش از آمریکا به کشورهای فقیر و توسعه نیافته شبیه است. این شهر مملو از دختران نوجوان حامله است که پشت سر هم میزایند و نوزادانی که پیش از موعد به دنیا می آیند و شیرخوارانی که دچار کم وزنی اند و مادرانی که به نظر می رسد چیزی از لزوم تنظیم خانواده و فاصله گذاری بین تولدها نمی دانند. و نتیجه مستقیم این تولید مثل بیرویه، فقر و بیسوادی خودشان، بالا بودن میزان مرگ و میر اطفالشان و کاهش امید به زندگی نسل آینده میسیسیپی است. علاوه بر این، میسیسیپی چاق‌ترین ایالت آمریکا است. از هر 10 نفر در این ایالت 7 نفر اضافه وزن دارند و بسیاری از این افراد چاق از عوارض دیابت و بیماری قلبی میمیرند. دکتر آرون شرلی، تنها پزشک باقی مانده شهر بابتیست، میگوید او در 30 سال گذشته شیوه های مختلف ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مردم فقیر را در زادگاه بومیش آزمایش کرد، اما نتیجه مورد نظر را به دست نیاورد. تا اینکه 2 سال پیش نوشدارو را در جای غریبی در روستاهای دورافتاده ایران یافت، در خانه های بهداشت. او با کمک دکتر محمد شهبازی، پزشک ایرانی دانشگاه ایالتی جکسون، از الگوی ارائه خدمات بهداشتی اولیه در 17,000 خانه بهداشت روستایی ایران بهره گرفتند. در خانه های بهداشت ایران، خدمات اولیه بهداشتی شامل پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده به رایگان در اختیار مردم کم درآمد و محروم قرار می گیرد. و اجرای این طرح در ایران در طول بیش از 30 سال گذشته 70% از میزان مرگ و میر شیرخواران کاسته است و رشد جمعیت را مهار کرده. دکتر شرلی طرح را از نزدیک در ایران بازدید کرد و سپس 2 نمونه آزمایشی خانه های بهداشت را در بابتیست بنا کرد. او طرح را با این استدلال دفاع کرد: ایرانی ها 1/5 ما هزینه می کنند و مردم سالم تری دارند. رمز موفقیت آنها کنترل زاد و ولد است.
اما این موفقیت برجسته که مورد اشاره دکتر شرلی قرار گرفت و ایران را در رده کشورهای ممتاز سازمان جهانی بهداشت قرار داد، امروز از سوی کسانی که بر عرصه تصمیم گیری نظام سلامت ایران نشستند آماج حمله قرار گرفته و وزیر بهداشت ایران از حذف کامل بودجه برنامه کنترل جمعیت خبر داده است. پس باید امیدوار بود که شیدی جان موفق نشن ها؟ ببین واقعیت اینه که نرخ رشد جمعیت فقط به تصمیم گیری سیاست گذاران تغییر نمیکنه. جامعه انسانی یه جامعه زنده است و تولید مثل زامن بقاشه. کارکرد باروری در جوامع ساده حیوانی هم وجود داره. چرا ماهی 1 میلیون تا تخم ریزه؟ چرا یک مثلا پستانداران در هر زایمان ممکن 6 تا بزن؟ چرا انسان یه دونه میزاد؟ اینا یه در واقع کارکرد ناخودآگاهیه که در نهاد یک جامعه تعبیه میشه، یعنی ضامن بقای اون جامعه است. دلیلش اینه که کودک انسان بیشتر امکان زنده موندن داره نسبت به مثلا یه تخم ماهی که تو آب رها میشه. پس هرچی بیشتر زنده بمونه بچت کمتر زایمان میکنی، این قانون طبیعته. خب این که منتها جامعه انسانی چون بحث شعور و عقل و تصمیم گیری به وسط میاد تصمیم میگیره راجع به این در واقع زاد و ولدها. هرچی جامعه پیشرفت کنه، زنان بیشتر شاغل بشن، زنان تحصیل کرده بشن، با عرصه آزادی های اجتماعی بیشتر بشه، تعداد بچه ها کم میشه و شما نمیتونید اینو با ضرب و زور سیاست گذاری کاملا معکوس کنید. ممکنه کندش کنید که متاسفانه این تصمیم ممکنه کندش کنه، ولی از اساس نابودش نمیکنه. حالا بعد ببینیم پس چی پیش میاد، ببینیم که این پیش بینی تو درست هست یا نه. بعد گفت امیدواریم که درست باشه. مرسی، سپاسگزارم شیدی جان.